بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم که اوقات بهتری در انتظار شما باشه و به قول معروف بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر آید. ولی من یادم نمیاد هیچ وقت روزگار به دهان انسانها مزه شکر داده باشه. خب همونجوری که میدونید 90 روز شادم بیشتر از تظاهرات، از نمیدونم چی بگیم، اسم اینای چیه که الان تو ایران هست، تظاهرات هست، هرچی که شما دوست داری، چون این روزا روزی نیست که آدم بتونه با کسی، حتی دوستان خودش، حتی اونایی که باش موافق هستن، صحبت کنه، چون بالاخره سر یه موضوعی شما میرسید به یه چیزی که با هم توافق ندارید، همونجاست که مشکل پیدا میکنید. امروز 18 دسامبر سال 2022 یا 2022 است، برابر است با 27 آذر ماه 1401. دوباره زمستان، دوباره حرف از انقلاب، و ببینیم چه خواهد شد. اول از همه یکی از دوستان سوال کرد از من که شما درباره کفالت سیاسی چی میدونید. گفتم تا حالا نشنیده بودم، ولی میبینم چند روزی هست که دوستانی مثل آقای امیر نوری از آلمان و دیگران از پارلمان‌های مختلف جهان آمدن و میگن اینها کفیل افرادی هستند که در ایران دستگیر هستند و زندانی هستند. حالا به چه معنی نمیدونم. خب ما دوستانی داریم، زنگ زدیم، لطف کردن، برای ما توضیح دادن و ما هم آگاه شدیم. اجازه بدیم این پلیر 4 رو که این هست، اطلاعات تلویزیون مردم، خیلی ساده، شماره تلفنمون همین، واتساپ هم هست و ایمیلمون هم info@mardomtv.com، چون در حین برنامه اینها زیر صفحه به این صورت نشون داده میشه، دیگه اون رو بر میداریم و به شما نشون نمیدیم. دوستان اگه لطف کنید این لینک این برنامه زنده رو با دوستان خودتون که در فیسبوک هستن به اشتراک بذارید، تشکر میکنیم، چون فیسبوک فعلا به ما اجازه نمیده برنامه زنده داشته باشیم، فقط میتونیم در یوتیوب داشته باشیم و در توییتر و لینکدین، که اونم من بعد از برنامه میذارم، ولی من چت یا قسمت صحبت و مکالمه رو در سمت راست یوتیوب باز گذاشتم. اگر مسئلهی، نظری، چیزی دارید میتونید در حین برنامه زنده بنویسید، امیدوارم من بتونم ببینم براتون بخونم، یا اینکه بعد از اینکه ما این برنامه رو به صورت بایگانی روی یوتیوب، توییتر، بالاترین و لینکدین قرار میدیم، اونجا بتونید نظرات خودتون و پیام‌های خودتون رو بگید. اولا آقای اکبری، دوست همشهری و نازنین ما، نوشته بود که من سالها کار کردم در آلمان و فکر کردم حالا با خیال راحت چند سبایی رو استراحت میکنم و میگردم. متاسفانه یه بار که سکته کردم، حالا گویا یه بیماری دیگه آمده سراغش، که امیدواریم به اصطلاح شفای عاجل در راه باشه. و دوستم خیلی مواظب باشید، سن که بالا میره، حالا از اون شوخیایی که شعر میخونن و اینها بگذاریم، ولی واقعا خب بدنمون ضربه پذیرتر میشه و اگر اتفاقی هم بیفته به اصطلاح دیرتر بهبودی نصیبمون میشه. و اما من امروز میخواستم 12 ظهر برنامه اجرا کنم، بعد دیدم که امروز فینال مسابقات آرژانتین با فرانسه است. برای اونایی که احتمالا ندیدن و اینو ضبط کردن که بعد از مسافرت یا بعد از کار همه اینجوری آزاد نیستن، مثل شما هر وقت دلتون بخواد هر کاری رو انجام بدید، بعضیا برنامه دارن، در صورت من نتیجه رو برای اونها به اصطلاح نمیگم تا اوقاتشون رو خراب نکنم. مثل این میمونه که من و شما یه فیلم میرفته باشیم، دیده باشیم و بیایم داستانش رو برای دیگران بگیم. هرچی هم طرف هی میگه که آقا نگو من میخوام برم فیلمو ببینم، میگم نه مهم نیست، فیلم قشنگه، ولی اینجوری شد. در اصل من نتیجه مسابقات رو برای شما نمیگم، اوقاتتون رو خراب نمیکنم، تلخ نمیکنم. و این بود که من به جای 12 به این نتیجه رسیدم که بهتر از
همون ساعت 2 بعد از ظهر که فکر کنم میشه 8 شب در آلمان و 10:30 شب در ایران و اینها، انقدر ساعت ها تغییر کرده و جای مختلف زون و به اصطلاح تایم زون مختلف داره که دیگه برامون مهم نیست. و بهترین نوع هنوز هم من فکر میکنم همین هست که من هر وقت وقت دارم برنامه اجرا کنم، شما هم هر وقت وقت دارید یا بخت دارید، حتی بخت هم هست، شانس این که بیان بشینید نگاه کنید، میاد میشینید نگاه میکنید. به این میگن ویدیو آن دیمند، یعنی ویدیو هر موقعی که شما میخواید. خب این هم از و اما یکی از دوستان راجع به تلپرامتر پرسیده بود که آقای سوربی این تلپرامتر چیه؟ این روزا ما میبینیم که گوینده ها کاغذ دستشونه، جلوشون یک تبلتی یا یک لپتاپ کوچولو هست، ولی اینا اصلا استفاده نمی کنن و اینها چه تبحری دارن که میتونن یک ساعت برنامه رو بدون خوندن از رو چیزی بگن. گفتم والا ما 8 ساعت برنامه هم گفتیم، وقتی شما قرار نباشه از رو چیزی بخونی و برنامه رو دنبال کنی، یعنی حقیقتا فلبداهه یا امپرووایز، هرچی دل تنگت میخواهد میگو و بیشتر وقتا هم این برنامه های اینجوری به مزخرفات کشیده میشه. ولی فکر کردم که برنامه های ما یک چیزی هم داشته باشه که یک جنبه یاد گرفتن هم داشته باشه. دیدم که آقای آیدین روزبه، پسر اردوان روزبه، آیدین روزبه داشته از نیویورک برنامه زنده میفرستاده و این بهترین موقع است که من این عکس ها و اینها رو به شما نشون بدم. اگر بتونم، هفته پیش که کامپیوتر ما یکم اذیت کرد و من متوجه شدم بدون که دقت کنم ویندو 10 این کامپیوتر رو تبدیل کرده بودم به ویندو 11 و بعضی از برنامه ها توی اون قفل می شد و کار نمی کرد. در هر صورت الان برگردوندنش به همون ویندو 10 و داره کار میکنه. حالا امیدوارم که اسکرین کپچر ما کار کنه و میگیم بله کپچر سلکت ایریا، میایم اینجا. این لینکد این هم روزی که درست شد بیشتر برای جاب و کار و این چیزا درست شد، ولی ما ایرانی ها اون رو هم تبدیل کردیم به یک صفحه سیاسی و هر کاری دلمون میخواد انجام میدیم. این آقای آیدین هست و اینم گویا در نیویورک برنامه زنده داشتن، ولی بذار ببینم اینه عکسی که مورد نظر من هست. این عکس هست که با اون آقای فرهزاد، بله ببینید اینجوریه، این دوربینه، ولی اگه نگاه کنید زیرش این پایین یه لپتاپی یه آیپد چیزی هست که اینو تهیه کننده برنامه، حالا یا خود این آغاز قبلا نوشته، این نوشته ها با یه سرعت خاصی میاد میره بالا. بعضی وقتا که تو استودیو هستن اون کسی که نشسته اون پشت، میخوام براتون اینو بزرگتر کنم که بهتر ببینید، در حقیقت اینه که الان اگر شما ببینید select area اینجوریش میکنم، بله فکر کنم بزرگتر شد اینجوری، نه بله بله، آها میبینید که اونجا هم سرده و آیدین با این آقای فرزاد فرهداد یا هرچی که اسمش هست دارن چک میکنن، نگاه میکنن تا ببینن تصویر چگونه هست، نور چگونه هست و اینها، و این برنامه اجرا کنن. ولی هدف ما نشون دادن ترگ یعنی از دور، پرامتر هم یعنی به شما راهنمایی میکنه، پرامپتتون میکنه، توضیح براتون میده. اینجا هم که خانم مسیح علی نژاد اگه اشتباه نکنم نخود هر آش جمع است و گفت هر جا آشه کچلک فراشه، حالا اینجا میشه بگی هر جا پول هست این مسیح علی نژاد هم میچرخه و این داستان پول. اینجا بهتر پیدا شده، میبینید این زیر اون این تبلته، تبلت تو فارسی میشه همون لوحه هم بگید، همون لوحه. در صورت اینه، میبینید عکسش میفته تو این و نشون میده و اونم میبینه و میخونه و اینجا هم میبینید. اینه اگه اشتباه نکنم خانم هما سرشاره، خانم هما سرشارم جدیدن خیلی فعال شدن و الان یواش یواش داره گند این ماجراهایی که کی از کجا پول میگیره میاد بیرون. تا
تنها کسی که سرش بی کلا مونده من هستم و احتمالاً شما. و اما این هم آقای آیدین روزبه، آقا مواظب خودت باش، سلام ما را هم به پدرت برسون، پدرت بسیار آدم زحمت کش و خوبی هست، با همه هم میسازه، با هیچ کم مشکلی نداره. و اما خانم نیکی کریمی هم بالاخره به صدا در آمد و گفت دیگر بس است، خسته شدیم و به جان آمده ایم. جالبه که این نشون میده تحمل هر کسی یه اندازه خاصی داره و باز از طرفی هر کسی وقتی میاد صحبت میکنه که منافعش داره به خطر میفته. دیدیم مثلا یه آقای هست، نمیدونم آقای عاملیه، عملیه، قیافش بیشتر به عملی ها میخوره. جالب اینه که این مثل که خونه هم نداره. اولا همه فکر میکردن این تو ایرانه و چقدر شجاعانه داره میگه، بعدا معلوم شد گویا تو کاناداست. و دوستان بعضی از این آدم ها وقتی میان اونجا پوز میدن ما اونجا چنین و چنان، باور کنید خونه و اتاق هم ندارن که شب توش بخوابن. این آقا از تو ماشینش برنامه میذاره، یکم هم چکپوزش مثل من کجه. چندین سال پیش من به آقای دکتر نوید سی خورده سال پیش گفتم چرا این لب من یکم کجه، اون موقع سیویل داشتم. باش تو روشاد یه سکته خفیفی کردی، بعدم آدم پا به سن که میذاره همینه. من 30 سالم بود دوستان، 30 سال. آقای دکتر نوید به من گفت آدم پا به سن که میذاره همینه. حالا بگذاریم این آقای عواملیه، عاملیه، هرکیه. و بله من اینجا نوشتم هنرپیشه مفنگی و عملی، نمیدونم عاملیه عملیه کیه. و گندلات فرخ نژاد، یه آدمی هست تو فیلم ها معمولا نقش به اصطلاح لاتلوزا رو بازی میکنه و اینها، و اگه اشتباه نکنم این همونه که تو فیلم گشت ارشادم بود. دوستان شما میدونید که به غیر از اینکه تلویزیون ایران تلویزیون دولتیه و همیشه به غلط گفتن تلویزیون ملی ایران، سینمای ایران هم سینمای دولتیه، نه فقط به خاطر کنترل، به خاطری که به اینا بودجه میدن، پول میدن تا فیلم بسازن. یعنی بیشتر اینایی که تا دیروز پول از آخوندا میگرفتن، فیلم میساختن، سریال میساختن، همش هم یه پاشون آمریکا بود یه پاشون اروپا بود و همشون هم گرین کارت آمریکا تو جیبشونه، بچه هاشون رو سعی میکنن اینجا و کانادا دنیا بیان، بعد اونجا هی به مردم میگفتن که ما خاک وطن رو به هیچ جا نمیدیم، نه چو ایران نباشد تن من نباد، چو پولم باشد اینجا و نمیدونم فلان. اونجا پول در میارن، میان اینجا پولا رو خرج میکنن. عجب، واقعا عجب اسیر شدیم ما. اون دست شاه و خانوادهش، حالا دست شیخ و هزار خانواده. این صحبت های این فائزه هاشمی نژاد، چی هاشمی اصلا یادم رفته فامیل باباش چی بود، رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی رو، فائزه هاشمی رو گوش کنید ببینید از چه پولایی صحبت میکنه، بعدم چه جوری افتخار میکنه اینو داداشش پول ندارن، هرچی دارن ارث و میراث مامان جونشون بوده، باغ پستهشون بوده و اینها. گاهی وقتا میگم بذار یه انقلاب بشه ببینم حالا چی میشه. امروز آقای فرهاد زمانیان یه نکته‌ای رو به من گفت، خیلی جالب بود. آقا ممنونم، من پیام‌های شما رو گرفتم، حدود میشه بگم توتال آف، یعنی جمعاً 8 تا یا 9 تا پیام یه دقیقه بود. خیلی ممنون که زحمت کشیدید، متشکرم که گفتید و کاریکاتورهای قشنگی میکشه. دوستان الان به اسم فرهاد احمدی در فیسبوک فعالیت میکنه و نمیدونم چرا نذاشته فرهاد زمانیان 2، که اقلا اگه یکی زد فرهاد زمانیان این 2 و 3 و اینا پیدا بشه پیداش کنن. بگذاریم از دست این فیسبوک و توییتر و اینها، چه کارهای قانونی غیر قانونی که مردم مجبور نشدند انجام بدن. و بله بالاخره این آقای گندلات هم گویا حالا که از ایران اومده بیرون داره حرف میزنه و اونجا هم دعوا میکنه. اونا میگن برای این ویزا این کارا رو کردین، میگه کجای کارید، شما خواب بودید، من 9 سال پیش ویزا و گرین کارت و اقامت گرفتم و اومدم. و اما یه شعر بسیار قشنگی هست ولی هرچی من خوندمش نتونستم اونجوری که دوست دارم بفهممش. بذارید بهتون نشون بدم، اینو نوشتم توی اینفو گذاشتم
ببینم اینجا، بله اینم بذارم توی اینفو که اینم نگاه کنین. این شعر 20 سالگی، میدونید قبلا من یه شعری از این آقای قیصر امینپور که ایشون فوت شده به اصطلاح یادش گرامی بود، من اون موقع نمیشناختمش، من الان دو سه تا شعر از ایشون میدونم. میگه انگار مدتی است که احساس میکنم خاکستری از دو سه سال گذشته ام. احساس میکنم که کمی دیر است، دیگر نمیتوانم هر وقت خواستم در 20 سالگی متولد شوم. انگار فرصت برای حادثه از دست رفته است. دوستان من پیشنهاد میکنم به افرادی که اهل قلم و نوشتن و شعر و شاعری هستند، مخصوصا الان که امکانات به این آسونی در اختیارتون هست، تمام اینها رو گویا کنید، ضبط کنید، نگهداری کنید. نمیدونید چقدر خاصیت داره. من خوشحالم که آقای لادن کتاب خدا سالاری درماندگی رو گویا کردن، به دیگر دوستان هم پیشنهاد کردن و این کار رو انجام بدید. فکر کنید مثلا شعر زمستان است، سرها در گریبان است، مال مهدی اخوان سالس رو حتی وقتی شجریان خوند اشتباه خوند، گفت که نفس کینه است، گفت نفس که از گرمگاه سینه بیرون آمده است این است، وای مثل جلوت مثل یه قباری اینها. پس دیگر به جایی که بگه چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک، گفت چه چشم داری ز چشم دوستان دور یا نزدیک. اینه که خود شاعر امکان نداره معمولا اشتباه بگه. و من پیشنهاد میکنم به دوستان، حالا این آقای قیصر امینپور که فوت شدن رفتن، ولی اگه کسی به اصطلاح نوارهای شعری از این دوستان دارن، لینکش برای من بفرستن، ممنون میشم تا ما هم بخونیم هم یاد بگیریم. اینم از ماجرایی که انگار فرصت برای حادثه از دست رفته است، از ما گذشته است که کاری کنیم، کاری که دیگران نتوانند، فرصت برای حرف زیاد است، اما اگر گریسته باشی مردن چقدر حوصله میخواهد. یک ویدیوی رو من اینو پاک کنم، یه ویدیوی رو آقای سلیمان، اسمو رو عجب یادمون میره دوستان، بذار من اینو اینجا ببینم، لینکشو گذاشتم اینجا ولی براتون پیداش کنم از روی اون بخونم که نوشتم توی صفحش هست، میرم اونجا این شعر رو پاک کنم، شعر 20 سالگی. و اما ویدیو یک خانم به اصطلاح روانشناس اجتماعی یا متخصص جامعه شناسی صحبت میکنه که در رابطه با سوال جادویی، میگه که من از ویدیو خوشم نمیاد چون ویدیو اگه داره از رو میخونه و میره، بعد با انگلیسی زیرنویسی فارسی، فکر میکردم که ای کاش این دوستمون این رو به صورت چیز گذاشته بود، به اصطلاح خودش اومده بود اون ترجمه فارسی رو برای ما میگفت، چون دیدم چندین بار توی برنامه مختلف ایشون شرکت کرده. اسم این خانم دکتر نسیم نوروزی هست. اسم ویدیو هست چرخه، یا تایتلش عنوانش هست چرخه اعتراضات در ایران و سوء استفاده از آن. این رو من براتون بیارم توی ببینم، علیرضا سلیمانی، معمولا توی فیسبوک با هم هستیم و آقای علیرضا، نمیدونم علیرضا رو یه بند می‌نویسه، نه دوتایی می‌نویسه، علیرضا سلیمانی. اینه صفحه‌شون هم به شما نشون بدیم، یه تبلیغ مجانی کوچولو هم برای این دوستمون شده باشه. زحمت زیاد میکشه و به نظر من یه آدم منطقی هست. شما هم اگه دوست داشتید برید. میگه به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشد. خب این ویدیو
اینه اینجا بود ببینم چی شد آقا، یا توی قسمت شخصی برای من فرستادی، عجب روزگاری شده. بذارید آخوندهای درباری که خمینی همیشه گفت و همیشه گفت از همه مفسدتر هستن، بله بذارید اونم بهتون نشون میدم. اینه پیداش کردم، گفت که برو بگرد پیداش کن تا من بهت بگم کجا هست. اینه کامرای دو، ما وقتی میزنیم کامرا رو عوض میکنیم باید اصطلاح 10 ثانیه طول بکشه ولی فوری عوض میشه. مصاحبه با دکتر نسیم نوروزی، چرخه اعتراضات در ایران و سوء استفاده اپوزیسیون وابسته از آن. دوستان هفته پیش یه شنبه من یه جایی بودم، اون دوستمون که همشهریمون هم هست میگه که شما نمیری تظاهرات؟ گفتم والا ما باید بریم کار کنیم تا بتونیم خرج زندگیمونو درآریم، اگر کسی به ما یه حقوقی بده میتونیم ما هم بیان تظاهرات. گو یعنی به ما حقوق میدن؟ گفتم نه، شاید شما پولدار هستی. من کی گفتم به شما حقوق میدن؟ اینجوری گفتم شاید شما به من حقوق بدی من بیام اونجا. بهتونم گفتم یکی به دوستان یکی از دوستای ما گفته بود که شما نمیای، گفت که من دو تا از کارگرامو میفرستم و به جای یه نفر تو من دو نفر میفرستم. خلاصه عجب ماجرایی شده. من فکر نمیکنم هیچ وقت قبل از انقلاب 57 افراد به هم دیگه به اصطلاح فشار می آوردن که بیا یا نه، یا افراد به مردم می گفتن مغازه رو ببند یا باز کن، ولی الان یه راه خیلی خطرناکی رو پیش رو گرفتیم که امیدوارم به خیر بگذره. بذارید نوشته من پایین این ویدیوی مصاحبه با دکتر نسیم نوروزی رو براتون بگم. میگه سوال اول، اگر یک سوال جادویی وجود داشته باشد که بتواند به ما درک به بتواند به بعد نوشته آقا بتواند به درک اعتراضات کمک کند، آن یک سوال چیست؟ آن سوال جادویی این است: من از کدام مرحله اعتراضات در ایران حمایت میکنم؟ اعتراض در کشورهای مختلف چرخه های متفاوتی دارد. در مرحله دوم اپوزیسیون سرمایه‌دار پس از شروع اعتراضات وارد میشود و در صدد انحراف آن به نفع سیاست‌ها و منافع خود است. پس در مرحله سوم چرخه اعتراضات نه تنها صدای مطالبات مردم شنیده نمی شود و به فعالیت نمی رسد، بلکه در آخر به سیاست‌های جهانی برای انزوای بیشتر مردم ایران می رسیم. این مرحله مرگ اعتراضات است. سوال دوم، آیا حمایت ما از مرحله اشتباه چرخه اعتراضات؟ این همونه که من با آقای نیساری میگم آقای نیساری وقتی تو متروی شیراز فوش میدن شما از همسرت سوال کن. عزیز من اگر تو این مترو سوار بودی چه کار میکردی؟ متاسفانه دوستان جواب نمیدن، چون من میدونم نه شهامت دارن که برن از همسرشون سوال کنن. اگه همسرشون هم بهشون گفته باشه شهامت نوشتنش رو ندارن. به طرف میگم شما که رفتی یک شنبه یا شنبه در هوای سرد، امروز هم سرده اینجا، برای چی رفتی؟ یکم خندید، یه پیک تکیلا و لیمو و نمکم زد بالا، فکر کرد گفت خدا وکیلی نمیدونم. دوستان سوالی رو که سال 57 اونایی که انقلاب کردید نپرسیدید یا نپرسیدند و بعدن گفتن مگه شما احمق بودید که گفتید شابر هر کی میخواد بیاد بیاد، حالا هم باز فشار بیاریم به همدیگه که کسی جرأت سوال کردن نداشته باشه تا ببینیم چه خواهد شد. آقای زمانیان یه حرف بسیار خوبی زد، کاش که اون یه دو تا پیام جدا گذاشته بودی برای بیننده ها که من اونو برای بیننده ها پخش کنم.
گفت آقا خیلی از ماها مخالف اون کارهایی هستیم که بعد از انقلاب اون 3-4 روز اول، هفته اول مخصوصا اتفاق افتاد. اون موقع آقای نوریزاده و دیگران با شوق و ذوق میرفتن بالای مسجد مدرسه رفاه و فیلم برداری میکردن و عکس برداری میکردن و توضیح میدادن و میمدن میگفتن این عین انقلاب است و اینم خود خدا و امام و پیغمبر است. میگن بعدن به این نتیجه هستن که این کشتارها خیلی عجولانه بوده، خیلی ناعادلانه بوده. آقای زمانی هم پیشنهاد میکنه شما چشمت رو ببند، فکر کن امشب انقلاب شده، چه کسی فردا چه کسانی رو میکشه؟ شما خودت اگه رفتی خونه یه آخونده 60 ساله ای، یه اونا که زن جوان معمولا دارن، یه زن 45 ساله 40 ساله ای هم داره، یه بچه 7-8 ساله هم داره، آخونده رو میگیرین میکشین بیرون، به اون زن و بچه چه کار میکنین؟ به خونه اون چه کار میکنین؟ من یادم اول انقلاب این بیچاره بهایی توی محله سعدی شیراز، ببینید چه جنایاتی درباره اینها انجام شد. در هر صورت دوستان هر کاری دلتون خواد انجام بدید، آزادی یعنی همین، ولی فکر کنید چه کار میکنید. برای این آقای کی اسمش، من هر وقت اینو ببینم سام رجبی، یکی بهش بگید ریشه تو اینا رو بزن، چون درست شکل اون بسیجی دهنگشادی بود که توی همه تظاهرات بود، درست عین اونه. یعنی اگه شما کراپ کنی این عکس دهنش و اینها رو، الاز دهن و باز که میکنه تا گوش همه دندون ها 32 اگه داشت باش پیدا میشه و اینها ریش و اینها. این سام رجبی فکر میکنه داره یک کار درست حسابی انجام میده، ولی ببینید تو جامعه چه نمیشه بگیم تحولی، چه اختشاشی رو انداخته. یعنی دیگه هیچ که جرئت نمیکنه یه برنامه بذاره، میگه آقا برنامه میذاریم دکتر حکاک رو دعوت میکنیم، یه دفعه یه نفر میاد بهش میگه آقا چرا شما فلان موقع تو نایاک بودی، چرا فلان موقع تو فلان جا بودی. هر کسی یه جایی بوده. صحبت های عباس عبدی رو گوش کنین، عباس عبدی میدونید که کیه؟ عباس عبدی کسیه که از دیوار سفارت رفت بالا، 444 روز اونجا این آمریکایی‌ها رو نگه داشت، کسی که رفت بعدن از آمریکایی‌ها عذرخواهی کرد، گویا با یکشون هم دیدار و گفتگو کرده. عباس عبدی اصلاح طلبیه که امروز از اصلاح طلبا هم برگشته، اصلاح طلبیه که همین آخر روحانی و اینا میگه باید استعفا بدی، اصلاح طلبیه که ایراد میگیره از خودشون. حرفای اینا رو گوش کنید. بعد اون آقای علیزاده، این علیزاده برنامه‌اش قشنگ بود، عالی بود، تفسیر میکرد. من نمیدونم یه دفعه اینجوری چی شده. بعد البته دوستان من گفتم گویا اینو اخراج کردن، گویا پدر ما رو در آورده، همه اون میگیم گویا فلانی ماموره، گویا فلانی مزدوره، متاسفانه به منم سرایت کرده. این دوستمون میگفت که گویا اینو از انگلستان اخراج کردن، مجبور شده دست به دامن وزارت امور خارجه و نمیدونم کنسولگری ایران تو انگلستان بشه، حالا خودش رو مدیون اونا میدونه. با چه اصراری میخواد با آقای عباس عبدی به اصطلاح چی؟ یعنی دو سال قبل ها موقعی بوده که هنوز روحانی بود و اینها، بعد با آقای عباس عبدی میگه که یعنی میگه شما نباید عوض بشی. آقای عباس عبدی میگه این حرف که شما زنید خیلی احمقانه است، من وقتی امروز 65 سالمه با موقعی که 18 سالم بوده کاملا فرق میکنم، باید فرق کنم، اگه فرق نکنم اون موقع است که شما باید بگی شما آدم احمقی هستین. در هر صورت این ویدیوها رو ببینید دوستان، برنامه این آقای حسن یا حسین دهباشی، چون می‌نویسه حسین دهباشی اجازه بدید بگیم حسین دهباشی، از خشت خام گرفته تاریخ شفاهی گرفته تا من کتاباشو اینا ندارم، نخوندم، حوصله کتاب خوندنم ندارم، ولی ویدیوهایی که درست کرده، صحبتایی که کرده خیلی جالبه. البته یه جایش به عنوان مصاحبه کننده زیادتر میره جلو و خودش میخواد به اصطلاح نظرات خودش هم بگه که هیچ اشکالی نداره،
کسی که خودش تهیه کننده برنامه است، دوستان یاد بگیرید تهیه کننده کیه، مجری کیه، خبرنگار کیه. من حتی چند روز پیش با آقای چمنارا گفتم آقا یه دوستی به جایی که بگه زبون ما مو در آورد، میگفت دیگه والا گلوم مو در آورد، از بس ما به این اون گفتیم بابا من خبرنگار نیستم، من ژورنالیست نیستم، من یک مجری ساده تلویزیونی هستم، به دلیل اینکه کسی به اصطلاح تهیه کننده برنامه من نیست، خودم تهیه کننده هستم، چون خودم تهیه کننده هستم مثلا نظرات خودم را هم میگم. باز هم از دوستانی مثل پتی، حتی از سعید که قهر کرده از ما، مهمم نیست، خوشا باقی توره ازش قهر کنه، چون آخر کاری ثابت کرد توره است. از دوستانی مثل اکبری، از دوستانی مثل آقای غلامرضایی، از دوستان دیگه که حالا ممکنه اسمشون اینجا یادم رفته باشه تشکر میکنم، از اون بانوی عزیزی که برنامه رو حمایت کرد و من باز به اصطلاح خودم رو مدیون بدونم و بگم که نه من بدهکارم، باید بیام برنامه اجرا کنم. بهتون بارها گفتم ما هم مثل یه آدم معتاد هستیم، مثل اونایی که شعر میخونم میگفت توبه کردم که می نخورم بار دیگر بجز امشب و فردا، شب و شبهای دیگر. ما خودمونم اینجوری هستیم، به قول معروف کرم درخت از خود درخته، و میایم دوباره برنامه میذاریم، دوباره چند تا مطلب رو میگیم، دوباره هفته آینده دوستان نظر میدن و این داستان همچنان ادامه دارد. و اما آقای زمانیان ممنونم، اگر یه وقت پیامی برای دوستان دارید که احتمالاً در برنامه‌های آینده اگه خواستیم ما برنامه بذاریم برای دوستان بگیم، لطف کنید اول اون بگید که این پیام برای شما و بینندگان هست، اونایی که فقط برای منه بگید این پیام فقط برای خود شماست. در اصل ممنون و متشکرم. اول انقلاب و اعدام ها، حالا اگر انقلابی بشود چه خواهد شد؟ دوستان هستن از من سوال میکنن ما میخوایم کمک کنیم، کجا کمک کنیم، چگونه کمک کنیم. یه دوستی هست در که من با ایشون کلکلم میکنم از طریق همین خدایا یادم میره، فکر کنم توییتر هستم با ایشون، بدونم وحید عکسش، وحید رجب‌لو، بله ایشون توی یا توییتر یا لینکدین، من اینجا ببینم اینجا هم عکسش رو بذارم برای شما. این آقا من نمیدونم تو ایران میدونی الان خیلی چیزها رو ما اگه بگیم بهشون بر میخوره، چون اسامی عوض شده چون اشتباه بوده، مثلا هندیکپ یا دیسیبل یا معلول رو الان ممکنه یه چیز دیگه بگن. در صورت این دوست ما آقای وحید رجب‌لو میاد برای دیگران که ممکنه مثل این امکانات مالی نداشته باشن، اگر وسائلی لازم دارن اون وسائل از صندلی چرخدار تا کامپیوتر تا آلات موسیقی، چون اینا بیشتر تو خونه هستن، من و شما یه سال و نیم تو خونه بودیم، با این کووید دیدیم چقدر مشکله. خود این وحید رجب‌لو یه جا تعریف میکنه روزی که بردن بذارنش توی این سازمان های توانبخشی و اینها و چه رفتار بدی اونها باش داشتن و اینها، ولی میبینم که الان ایشون همونطوری که تونسته به خودش کمک کنه به دیگران هم کمک میکنه. من از ایشون ممنون و متشکرم. و اگر دوستان مستقیما شما میتونید به ایران کمک کنید، ایشون اطلاعات کمک در ایران رو برای من فرستاده، بگید براتون بفرستم، یا با خودش بهترین کار اینه با خودش تماس بگیرید و خودش به شما بگه که کجا. دیگه اینجوری هی افراد رو به اصطلاح از میون ببرید و چیز کنید دیگه، مستقیم عمل کنید. خب اینم آقای وحید رجب‌لو، اگرم کسی نتونست پیداش کنه که تو توییتر هست یا توی لینکدین به من بگه، من بهتون به اصطلاح میگم. این ماجرای ویدیوها ما نمیدونیم، بعضی از این ویدیوها رو ما میخوایم پخش کنیم میترسیم ازش. یه چیزی من دیدم که این آقا به نظرم میاد نسبتاً عاقلانه تر صحبت میکنه. امیدوارم این میکروفون ما
امروز دو تا میکروفون داشتیم، یکی از میکروفون ها رو من یادم رفته به دستگاه بگم از اینم استفاده کن، اگه یه وقت صدا کم و زیادی بود دیگه باید ببخشید. بذارید اینو نگاه کنید، این 1 دقیقه و 22 ثانیه هست. این توی توییتره و نوشتن دولت برای ایران، ولی به انگلیسی نوشته دولت فور، عدد فور ایران. و ببینیم چی میگه این آقا. من نمیدونم، حتی نوشته مصاحبه کامل مجید زمانی را در سایت دولت.io مشاهده کنید. بذارید اون بالا رو هم بهتون نشون بدم که اگه بعد خواستید شما خودتون دنبال کنید، ما چیزی رو حذف نکرده باشیم. اینجوری خیلی بهتره، مخصوصا با این ویدیو. ما ویدیوهامون روی یوتیوب که شما میتونید عقب جلو ببرید، روی برنامه زنده هم وقتی پخش میشه باز 12 ساعت میتونید عقب جلو ببرید. الان نگاه کنید، این بالا نوشته گروه دولت برای ایران فعالیت خود را آغاز کرد. حالا از اول شروع میکنیم، صداشم باز بریم. واقعیتش اینه که اهداف وسایل رو توجیه نباید بکنند. واقعیتش اینه که ما باید اون تغییری باشیم که دوست داریم ببینیم. اصلاحات حتما حرکت سیاسی مترقی بوده که در جامعه ایران و در ساختار حکومتی که داشتیم و در شرایط بین المللی که به وجود اومد شکست خورد. فکر میکنم که مردم ایران دیگه حاضر نیستن چک سفید بکشن برای کسی که میگه شاه باید بره یا آخون باید بره. این دفعه ما باید بدونیم که قرار به کجا بریم، چه شکلی بریم و به چه ارزش های متعهد بمونیم. تمام اون چیزی که گفتم وجود نداره، در قالب یک نقشه راه به نام نقشه راه یک رویا نوشته شده و بعد از مصاحبه منتشر خواهد شد و ما امیدواریم و دستامون رو دراز میکنیم به سمت تک تک کسانی که در این حکومت هستن، رهبری میکنن یا حمایت میکنن. وقتی شما راجع به ائتلاف صحبت میکنید، ائتلاف ناشناخته ها که معنی نداره. وقتی ما ندونیم چه دنیایی رو قرار به وجود بیاریم، برای چیا حاضرین به جنگیم، حتما نمیتونیم به مخاطبمونم بگیم. بنابراین تأثیر گذاریش محدود خواهد بود. تیم هایی که به خاطر اهداف مشترک کنار هم قرار میگیرن معمولا موفق نمیشن. اونایی که با ارزش های مشترک کنار هم قرار میگیرن موفق میشن. ما معتقدیم که این گزاره حکومت باید در دل خودش و در آینده خودش یک گزار مدنی به وجود بیاره. یک گزار مدنی. خب یعنی اینم اصلاح طلبه و میگه که میشه تعمیر بشه و از خودش. حالا من سعی میکنم با ایشون یه به اصطلاح تماسی برقرار کنم و صحبتی داشته باشم، ولی توی قسمت توضیح نوشته دولت برای ایران پلتفرمی است برای اینکه قدم‌های کوچک خردمندان اخلاق‌گرا و پیروانشان را برای رسیدن به یک انتخاب آزاد قانون اساسی منسجم نماید. دوست عزیز، انتخابات آزاد قانون اساسی یعنی چی؟ یعنی چی؟ همین دولت آخوندا میاد برای شما انتخابات آزاد میذاره؟ همین آخوندا یکی از حرفاشون الان اینه، میگه به ما نشون بدید کی اومده رفراندوم بذاره دولت خودشو بزنه زمین. بعد پرچمی که پشت سر ایشونه، نه علامت شیر خورشید داره، نه وسط چلو کبابه، نه وسط الله، نه وسط علامت کردستان داره. خیلی از زیر صحبتاشون به اصطلاح گفتن که چرا پرچم چیزی نداره. این ماجرای پرچمم عجب بدبختی شده. آقا اصلا برید شما پیدایش پرچم رو بخونید. خود پرچم از جنگ شروع شده. می جنگیدن، نمی فهمیدن کی به کیه. گفته آقا شما برو نیویورک، این خانواده چینیزه میاد مثلا 30 نفر پشت سرشن، یه پرچم گرفته اسم خودش نوشته اون بالا زرده، میگه دنبال من بیا. این پرچم از جنگ درست شده. خیلی دنبال این که این پرچم چی میگه و چیکار، اینا رو ول کنید، وقت زیاد دارید برای اون. شما الان بهتون میگم فردا چی میشه، یا فردا تو خیابون و بعد جوونا قانون اساسی را میندازن. میگم جوونی که الان وایساده تو مترو فوش خار مادر میده
این میخواد قانون اساسی درست کنه، قانون اساسی دنیا رو که همه مجلس مؤسسان، اونایی که قانون میدونستن، اونایی که رفتن ساینس یا علوم سیاسی رو خوندن، پالیتیکال ساینس خوندن، اونا نوشتن، به این روز افتاده. از آمریکا بگی که این ترامپ احمق هفته پیش گفت قانون اساسی آمریکا به درد نمیخوره، باید عوض کنید. ولی دوستم ترامپ یه حرکتی کرد که دیگه زد حتی اون آخرین خلوچلای دور برای خودش رو هم ریخت کنار. اینم این کارتایی بود که مثل کارت بیسبال و اینها بهش میگن تریدینگ کارت، اومده تریدینگ کارت درست کرده، مردکه شکم گنده تنبل، یه مشت عکسی گرفته ماسل و نمیدونم فلان، کسی که ارتش نرفته عکس گرفته که نمیدونم تو ارتش بوده، فزان خله، اصلا دیوونه شده. حتی دخترش دامادش هم دیگه هیچ کاری بهش ندارن. خب البته اونا میلیاردها دلار از عربستان پول گرفتن، خونه 30 میلیون دلاری خریدن توی فلوریدا، معلومه که دیگه نباید با این کاری داشته باشن. و مشهوره وقتی که یک کشتی سوراخ میشه، آب میره داخلش، اول موشها هستن، چون موشا اون پایین تو انبار قله هستن، تا آب میره اینا میان بیرون، حتی از اون بالا میپرن تو آب دریا، چون میخوان دیگه این کشتی رو سرشون نمونه. اینم از این، اینا موش هستن. عباس عبدی کیست؟ حتما برید نگاه کنید. بعد یه مصاحبه رو دیدم باز همین آقای حسین دهباشی با آقای محمد مهدی عبدخدایی یا عبدخدایی، ما اینجا دوستی داشتیم مهران عبدشاه، مصاحبه کرده. برید ببینید که مثلا این کسیه که دکتر فاطمی و این 14 سالش بوده میپیونده به این فدایان اسلام و نواب صفوی و فلان اینها، و یه اسلحه بهش میدن میره دکتر فاطمی رو ترور کنه که تیر میخوره تو کیف چرمی، چرم میدونه خیلی مقاومه برای چینا، خلاصه اون زنده میمونه. میدونه دکتر فاطمی دو بار ترور شد، دوبارش زنده موند، ولی معروفه که فکر کنم میگن اشرف کشتت شد، اینا نمیدونم، ولی دیگه حالا گذشته هرچی بوده. ولی دکتر فاطمی یه بار به دست این آقای عبدخدایی که الان فکر کنم 85 سالش باشه، شاید هم بیشتر، ترور شده در 14 سالگی، و یه بارم به دست شعبون بیمخ که ولی جالبه که این آقای عبدخدایی با خانم دکتر فاطمی بعدن دیدار و ملاقات کرده. اینم از این. و خب حتما شما میدونید که کشتیگیر خیلی خوبی داریم به نام آقای عبدالله موحد، ولی یه کسی دیگه بوده که نمیدونم خلیل تماسیبی بوده کی بوده که وقتی یه کسی رو ترور میکنه میگیرنش، میگن اسم چیه، میگه عبدالله موحد رستگار، که بعد اونا واقعا فکر میکنن این اسمشه، در صورتی که به این طریق میخواسته بگه که من بنده خدا هستم، یک تاشناسم، موحد و رستگار، عاقبتشم آخر عاقبت به خیر میشم. اینم از این. دوستان شما هم حتما میگید این همه آخوند از کجا اومد؟ من یه چیزی به شما نشون میدم، بعدن یه قلم کاغذ بردارید بگید اون موقعی که جمعیت ایران 25 میلیون بوده، 30 میلیون بوده، 35 میلیون بوده، یه صحنه‌ش رو نگاه کنید. آقای شاه، بذارید ببینم این میتونم ویدیو رو بیارم برای شما، وحید رو نشون دادم، تلپرامتر رو نشون دادم، بله شاه، آها فکر کنم میشه، حالا نمیدونم صدا داره یا نه، آدیو، یا بذارید اینجا بازش کنیم، اصلا چه کاریه که الان تو اون باز کنیم. شاه، نه این شاه و خمینیه، الان پیداش کردم. شاه عزیز و ارجمند تلویزیون ملی ایران و شنوندگان گرامی، ببینید حتی اینجا میگه تلویزیون ملی ایران، چه تلویزیون ملی؟ البته من بهتون گفتم همه چیز اشتباه بود، غلط بود، اکثرا مدرسای خصوصی رو میگفتن مدرسه ملی، مدرسه ملی رو میگفتن دولتی، در صورت که این باید ملی باشه. حالا من این براتون از اول میذارم، با هم گوش کنید و ببینید و آگاه شوید. اونایی که نمیدونید یه دفعه چجوری این همه آخوند اومد، اینا بودن. شاه هم از ترس کمونیست
هی به اینا پول داد، هی به اینا حقوق داد و حواسش رو گذاشت به این که یه کتاب نمیدونم ماهی سیاه کوچولو دست یه دانشجو نباشه. یه دفعه دید آخوندها تو دربارم ببینید چجوری عکس میگیرن با فرح و فلان و اینها، و فرح هم چگونه از سیده بودن خودش خوشحال و اینا. بریم ببینیم. بیا عزیز و ارجمند تلویزیون ملی ایران و شنوندگان گرامی رادیو ایران، اینجا سراح حد فاصل فرودگاه مهرآباد و میدان شهیاد آریامهر است. همونطور که در گزارش قبلی خودم به اطلاع شما رسوندم، در این محل در برابر باشگاه هواپیمایی ملی ایران 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداری‌های کل به تهران آمدند اجتماع نمودند تا از جانب خود و جامعه روحانیت مقدم شاهنشاه آریامهر رهبر خردمند و اندیشمند ایران زمین را گرامی بدارند. بس دیگه. نه دوستان، 3000 نفر از سر تا سر ایران آخونده اومدن. بعد تو اون قسمت بعدیش میگه اینها به نمایندگی از حوزه ها و نمیدونم آخونده های دیگه اومدن. آخه مرد حسابی، این آخونده حاضر نشدن برای مرده بابات نماز بخونن. برید ببینید وقتی که جنازه رو از او بر از آفریقا و مصر و فلان و فلان میکشن میارن ایران، شاه اصرار داشته که برای این نماز میت بخونن. آخونده برای این نماز نخوندن. اون وقت این مردک دیوانه شاه نادانه که دیپلم هم حتی نداشت، 3000 آخوند رو میارن که از سراح فلان. این مردکم به جایی که بگه سراح فلان تا فرودگاه مهرآباد، میگه سراح نمیدونم منشأ چه میدونم دید خبرنگاری اونم افتضاح بود. در هر صورت این بود دوستان. بعد برید ببینید توی این 53 سال چند هزار تا مسجد و امامزاده اضافه شده. خب اون که شاه بود این کارو کرد، حالا که آخوندها دیگه همه چیز از خودشونه، از اینا انتظار دارید مسجد نسازن؟ یه بیزینسی با این درآمد بالا بدون اینکه یک جنس بخواد دست مردم بده نسازن، دیوانگیه. همین هفته پیش تو آمریکا توی این اوضاع کووید که همه نگران بودن دیگه آخر دنیا شده، به هم دیگه کمک کنیم فلان. من یادم روز اولی که اینجور شد ما $100 مثلا در حد توانمون ماسک خریدیم بردیم بدیم بیمارستان که گفت باید ببرید اونجا اونا آزمایش کنن. اینقدر دوندن ما رو همینجور ریخته اونجا تا بماند. همه به فکر کمک کردن به دیگران بودن. باورتون میشه یک پدر روحانی، این دوستانی که میرن مسیحی میشن از مسیحی ها آتیشون داغتره، یه پدر روحانی با پسرش، یه پریست با پسرش کلا سر دولت میذارن، $6 میلیون از دولت وام میگیرن. دولت احمق زمان ترامپ $8 میلیون بهشون میده. خب این کلیسا و پدر روحانی در آمریکا، اون مساجد و پدران ناروحانی در ایران، وقتی که شطور بود به قاز خر قیمت واقعی ندارد. بگذاریم. خب فیلم شاه و 3000 نفر ملا رو دیدید. و اما امروز یکی از دوستان از تیرانای آلبانی با من تماس گرفت، گفت که آقای سوربی اونجا با سازمان مجاهدین دسیسه کرده با پلیس. میدونی کشور فقیره، تو کشوری که فقر باشه شما میتونی کارمندان دولت، پلیس، ماموران انتظامی اینا رو به اصطلاح بخری. و نوشته که چند نفر از این دوستان، اتفاقا اونایی هم هستن که مثلا مصاحبه ما باشون کردیم، دستگیر شدن و اگر کسی میتونه کمک کنه به اینها در رابطه با یو ان در ژنو، لطف کنه با من تماس بگیره تا من مشخصات صفحات اینها رو بدم، با این دوست ها در تماس باشین. من با آقای شهرام ایران بومی سوال کردم، آقای ایران بومی گفت که به این یو ان خیلی امید
نبندید. به قول معروف اگر به انتظار سازمان ملل نشستی برو کاری بکن که ول نشستی. به این دوستمون گفتم که میگن باید وکیل تو خود آلبانی پیدا کنید، گفت وکیل داریم ولی میخواست فکر کردیم شاید اینجوری یه مقداری سریعتر انجام بشه. من یه چیزی اینجا نوشتم به نام لاین، ببینم چیه. آها، این آقای رضا سلامی خیلی جالبه، پروفسوریه که فکر میکنه کره زمین صافه. یعنی با آقای رضا سلامی داشته باشی مسافرت بری، منتظر باش که از آخر کره زمین بیفتی پایین. خب پروفسوری که فکر میکنه ترامپ آدم بیزینسمن موفقیه، آقای دکتر رضا سلامی پروفسوری که هنوز امید داره، هنوز باور داره ترامپ پرزیدنت آمریکاست. میگن خب اگه پرزیدنت آمریکا دیگه چه سال 2024 ثبت نام کرده، بیاد الان دم وایت هاوس شما هم بیان بفرستیش به داخل، تو هم نمیتونی برن رو چمنها بچره برای خودش. از اون جالبتر این تصویر رو فرستاده، میگم که اولا من فکر نمی کنم این ایران باشه، اون پشت یا مال الان نیست، چون اونا ببینید با پیرنه آسین کوتاه و اینا وایستادن بماند. حالا تصور میکنیم برای ایران، ایشون هم فرستاده این تصویر را جهانی کنید. بهش میگم آقای دکتر پروفسور، کم کم من دارم باور میکنم تمام بدبختی های ما از این دکتر پروفسور مهندس ها هستن. کلمه دکتر اصلش برمیگرده میشه معلم، کسی که حتی راجع به پزشکی، کسی که به مردم راه خوب زندگی کردن و مریض نشدن رو یاد میده. من فکر کنم بدبختی های ما از اینا. میگم آیه رضا سلامی، شما میدونی از این عکس ها استفاده میکنن به عنوان اویدنس یا مدرک برای محکوم کردن خود این. مثلا این خانم رو دیگه نمیتونیم بگی با لباس شخصی داشته دعوا میکرده، لباسا نظامیه، پلیسن، به اصطلاح سپر دارن، حالا هرچی اسمشونه، نمیدونم نیروی ضد شورش، نیروی ویژه، پلیس، هرچی. این خانم هم دوتا کاراته بلده و داره میزنه بهشون. میدونی از این عکس ها استفاده میکنن برای محکوم شدن اینا؟ فکر میکنه به من چی جواب میده آقای سلامی؟ میگه بر اساس قانون اساسی خودشون حق دفاع دارن مردم. میگن قانون اساسی آخوندا، به من نشون بده کجاش گفته شما میتونی به پلیس در بیفتی. تو آمریکا شما میگه تنها کاری که میتونی بکنی وقتی پلیس میاد مقاومت نکن که اونا بیشتر نزننت. اگه فیلمی هم میگیرن فیلم نشون بده شما نشستی اونا شما رو زدن. بعد نوشته که نه بر اساس قوانین اینترنشنال. میگم آقا اینقدر الکی حرف نزن، برو قوانین به من نشون بده که شما کجا میتونی وقتی تو خیابونها یا مارشال چیز هست، حکومت نظامی هست یا به هر دلیلی. ببینید شما اینجا سیل که میاد، این که نشنال گارد و اینا میان بیرون، به شما میگی ساعت 7 شب تا فردا صبح ساعت 5 نمیتونی بیرون باشی. شما نمیتونی الان وایسی کاراته بهشون کار کنی، نمیتونی دشنه و چاقو در بیاری بزنی. راجع به دشنه یادتونه دو سه روز پیش همه میگفتن آقا این که نزده فلان بیساره، حالا طرف نوشته آفرین بر تو شجاع و نمیدونم شهید، فردا تاریخ از تو یاد خواهد کرد که تو با چاقوی اسلحه سرد دو نفر نمیدونم مسلح بسیجی را کشت. عجب آدم های احمقی هستیم ما. من که میگم ما، میخوام به شما بر نخوره ها، شما جزو اینا هستید که امروز میگید آقا اینا بدون مدرک اینو کشتن، فردا خودمون میمسیم آقا اینم مدرکش، بیا اگه مدرک نداشته اینو شما داشته باش نگه دار، اینم مدرکش. آقای رضا سلامی قرار نیست شما به اصطلاح بتونی کارهای سیاسی انجام بدی. مثلا نمیدونم رشته شما چیه، بعد سابقه ای که داری و اون دو سه باری که من دیدم تو برای من تعریف کردی آدم موفقی نیستی، کسی که در افتاده با دادگاه و مدرسه و قانون و فلان، هی زندان هی زندان، شما آدم موفقی نیستی.
حالا اگه میخوای به زندان رفتن افتخار کنی، خب بفرمایید، سابقت هم جمع کن، بعدا ممکن به شما یه شغلی بدن. ببینیم چند دقیقه با شما بودیم، من میخواستم بیشتر از 45 دقیقه برنامه طولانی نشه، ولی الان وقتی نمیخوام ببینمش چند دقیقه است، ولی وقتی میخوامش نمیتونم پیداش کنم که چند دقیقه با شما بودیم. بذار فکر کنم تو این مینویسه، این پایین که داره ضبط میکنه معمولا بله 54 دقیقه، 4-5 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود و میریم. باز برمیگردیم به کفایت سیاسی چیست. همین جوری که این چند روز اخیر اون میگه من کفایت سیاسی توماج باهاش با همان دعواشون شده، یه خانم دیگه هم گفته منم میخوام کفایت سیاسی. بعد این دوستمون توضیح داد آقا از سال 2003 یه همچین قانونی توی آلمان راه افتاده، اون آقای آخوندی هم تو سوئد گفت گرچه این قانون برای سوئد کار نمیکنه ولی من میخوام کفیل فلان و فلان و فلانی ها باشه. آخه بیاین برای مردم توضیح بدید. شما آقای امیر نوری که من افتخار آشنایی با شما و دیدار شما رو تو آلمان داشتم، برای من توضیح بدید شما که الان شدید کفیل سیاسی یا کفالت سیاسی توماج به عهده گرفتید، چه نفعی برای اون داره به غیر از اینکه شما بعداً در رزومید یا در سابقه کارت یا در پورتفولیوت بنویسی که من در سال 2022 کفالت سیاسی مثلا فلانی هم قبول کردم. یعنی حقیقتاً یه نوع تبلیغ برای خودشونه. ولی این روزا با این صفحات اجتماعی، سوشال مدیای فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، لینکدین، با هشتگ درست کردن، با یه پست گذاشتن خیلی کارا میشه انجام داد اگه این کارا واقعا اصلا موفقیتی داشته باشه یا این کارا مؤثر باشه. اینم از این کفالت سیاسی چیست. من با وجودی که این دوستمون توضیح داد هنوز نمیدونم، چون باید به اصطلاح تو مغز آدم هضم بشه، پخته بشه. خب من سرتیتر اون چیزایی که نوشته بودم تموم شد، گذاشتم اینجا. ببینید یه دو تا چی هم توی اینفو براتون گذاشتم، این رو هم بیاریم ببینیم چی میشه. بله اوکی، برای این بمیستم never mind. اوکی و اما اینفو رو پیدا کنم. بله آقای قوانلو نوشته کارمون خیلی خرابه. آقای احمدی فکر نمی کنم برنامه ما رو مستقیم بتونه از یوتیوب نگاه کنه، ممکنه بعدن بتونه نگاه کنه و نظر بده. آقای مجید افراخته از آلمان نوشته قدرت و سرمایه و مدیران کلان جوامع و جهان می توانستن جلو خمینی لون بندازن و شازده را به ایران برگردانه. من نمیدونم جلو خمینی لنگ انداختن منظورتون خامنه ایه؟ بعد لنگ انداختن حالا توی آمریکا وقتی که حوله سفید میندازن یعنی این داره میبازه، ولی لنگ انداختن یه چیزی برمیگرده گویا به زورخونه. من نمیدونم حقیقتا معنیش چیه جلوش لنگ میندازه، یعنی معمولا شما استادی، من نمیدونم، من بعض چیزها رو هیچ وقت نفهمیدم، خیلی هم دنبالش نبودم که بفهمم. بذارید این گروه دولت برای ایران فعالیت خود را آغاز کرد، اینم یه جنبش دیگه است که به اصطلاح درست شده و بعد از بین میره یا چی. ایشون نوشته دولت.info، صفحه جورایی به نظر نمیدونم، به نظر مثل چیزای ایرانی میاد، ولی میدونید که بعضی وقتا این آخونده و نه فقط آخونده، خیلی دیگه یه چیزایی درست میکنن که شما فکر کنید رفتی یه صفحه مخالف، یه چیز جدید اتفاق افتاده، بعد میبینید نه آقا این همونه. این آقایی که اونجا صحبت میکرد، دولت برای ایران نقشه راه یک رویا قسمت اول، و این وبسایتشونه، وبسایتشون هم نوشته dowlat.io. ما اصلا نمیدونم io مال کدوم کشوره یا چی هست. بعد نشون میده توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام هم دارن. بعد راجب حسین رونقی نوشته، راجب اعتراضات ایران نوشته، راجب این دفتر مولوی عبدالحمید نوشته، راجب برافراشتن نام مهسا امینی در
ورزشگاه با وجود این و اون نوشته و نوشته بنیاد مردم شروع به کار کرد و باید یکی بپرسه این همه سال کجا بودید، اگر بودید چه کار کردید. بعد نوشته اعتراضات ایران اپیزودهای انقلابی از مشروطه تا امروز 40 سالگی ماشینی که سرنوشت بنز را تغییر داد، خبرگزاری فارس هک شد. یه جورای وبسایت خبری رسانه‌ای. حالا ببینیم به کجا میرسه. میگم که الان این روزا خیلی ها گفتن تا آب گلالوده ما بیام یه ماهی بگیریم. اگه اشتباه نکنم سهراب سپهری بود میگفت آب را گلالود نکنید، ولی بعضی ها میگن سهراب سپهری. شعراش خیلی ملایم بوده، شاید حتی بوی سازشکاری هم ازش بر می آمده. حالا اونایی که سازش نکردن به کجا رسیدن که این بنده خدا سهراب سپهری نرسیده باشه. اولا 4 تا شعر درست و درمون گفته که آدم بخونه و لذت ببره. خب 41 ساعت اینجا نشون میده، 1 ساعت لایو، 1 ساعت هم ضبط کردیم. بزنم ببینم اگه تو قسمت اینفو دیگه چیزی ندارم از شما خداحافظی کنم. شاه 3000 بعد بله دیگه چیزی ندارم، اونو نشون دادم. گروه دولت برای ایران، یکی از دوستانی که حساب کتابش خوبه بنویسه، 30 میلیون نفر 3000 تا آخوند گلگونه رو آوردن به خط کردن. میشه یعنی چقدر؟ 1 به چند میشه؟ 1 به 100 میشه؟ 1 به 1000 میشه؟ نمیدونم، ولی اینجور بود. دوستان همیشه شما برید دنبال علت و معلول، یعنی اگه میبینید مثلا ماشینتون لاستیکش پاره شده، هی لاستیک نندازید دوباره برید، هی لاستیک نندازید دوباره همونجا برید. یه نگاهی هم جلو خیابونتون بکنید، شاید اونجا میخ باشه. یه نگاهی بکنید ببینید شاید پسر همسایه‌تون میاد لاستیکتون رو سوراخ میکنه. علت و معلول جویا باشید. امیدوارم موفق باشید. دوستان عزیز اگر مایل بودید که برنامه ها ادامه پیدا کنه، شما با حمایتتون ما رو مدیون خودتون کنید، ما رو یه جوری قرار بدید که نتونیم برنامه اجرا نکنیم، بگیم بابا ولشون کن، بگیم بابا این حمایت کرده، منم دوست داشته، گفته من دوست دارم شما نظرات تو به ما بگی، ببینم نظرات نزدیک منه، دور از منه، فلان اینها. بعضی ها دوست دارن یه کسی که هم نظرشونه صحبت کنه. بعضی ها دوست دارن ممکنه مثلا من به عنوان مخالف صحبت کنم، اون بیشتر فکر کنه. در هر دو صورت حتی خودتون اگه میخوان برنامه داشته باشید تماس بگیرید. و بهتونم گفتم که تلویزیون مردم رو بعد از 25 سال که من تو رادیو تلویزیون های ایرانی کار کردم، تصمیم گرفتم تلویزیون مردم رو که از 2020 ساله هست بفروشم، منتقل کنم اگه کسی میخواد. و همچنین مردمریپورت.com رو میتونید جدا جدا یا میتونید با هم، و امروز شما بخرید فردا صبح 25 هزار نفر روی لیستتون هستن، چه ایمیل لیستمون، چه فیسبوک پیجمون، چه چند تا چیز دیگه داریم مثلا اینستاگرام و خود مردم تیوی و اینها. در اصل اینم از این برای اونایی که پول میدن به فیسبوک که براشون نفرات پیدا کنه. اون نفرات شما نمیدونید مال ونزوئلا است، مال تاجیکستانه، مال گرجستان، اینا زبونه ما رو میفهمن، ولی اینی که از اول یکی 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 اومدن و امروز بیش از 15 هزار نفر فالوور روی فیسبوک مردم تیوی فیسبوک هست، اینا همه اکثرا ایرانی هستن، ایرانی میدونن، فارسی میدونن، حالا ممکنه دوستان افغانی و اینا هم باشن، ولی کسانی هستن که برای خبرهای ایران به اصطلاح وقت میذارن. و من امیدوارم که آقای اکبری هرچی زودتر یه پیام 2-3 دقیقه‌ای برای ما بذاره با فیسبوک که حالش چطوره. حالش من یادمه اون باری که افتاده بود و رفته بود بیمارستان، به من و شماها گفت که وقتی تو خواب بیدار میشید، مخصوصا تو سن بالا که شبیه 2-3 بار انسان احتیاج پیدا میکنه به دستشویی، اینا میگفت فوری بلند نشید، راه بیفتید برید، وقتی بیدار میشید یکم بشینید کنار تخت، مطمئن باشید پاتون به زمین رسیده، بلند که میشید راه نیفتید، بلند که میشید وایسید ببینید تعادلتون برقرار هست یا نه. در صورت ممنونم از توضیحاتی که اون بار دادی، چه میدونیم
جون چند نفر رو شما حفظ کردی، اینجوری چه میدونیم چند نفر رو از رفتن به بیمارستان نجات دادی. امیدوارم این بار هم درباره این بیماری که پیدا کردی و این جراحی‌هایی که انجام دادن بیاید توضیح بدید. جدیدن یک هنرپیشه بود، یک خانمی که تو فیلم چیرز بازی میکرد و اینها، و این یه جورای شبیه عمه من بود قیافش. این فوت شد در سن 71 سالگی و گفتن که این اصلا مثل محسنی بود که سرطان روده گرفته بود، به هیچ کس نگفته بود، گفتن که به هیچ کس نگفته و فوت شده و اینها. ثابت شده دوستان، اونایی که به دیگران میگن، به دیگران قصد کمک دارن، مقاومت بیشتری پیدا میکنن که با این بیماری مبارزه کنن، هر بیماری که داشته باشن، تا به دیگران بگن مراحلش رو. من برای آقای اکبری شفای عاجل آرزو دارم. من به دعا باور ندارم، چون فکر نمی کنم خدایی باشه که اینقدر دیوانه باشه که آقای اکبری رو مریض کرده باشه که سوربی و شاهین احوال تو پرسید. گفتم من دیروز با ایشون در تماس نوشتاری بودم، من و شاهین بشینیم دعا کنیم. اگه چنین خدایی باشه اصلا دیوانه است. منم اگه مریض شدم به درگاهش دعا نکنید تا این دیوانه از بیدعایی بمیره. روز روزگار بر شما دوستان خوش. امیدوارم خبرهای بهتری فردا از ایران، از جهان بیاد. امیدوارم آخوندا سر عقل بیان. آخوندا تا امروز پا گذاشتن جای پای شاه. شما نمیتونید همون راه رو برید ولی فکر کنید مقصدتون به جای قبرستان و نمیدونم گورستان میشه ترکستان. شما دارید جا پای اون میذارید. بیاین جلو بگید اشتباه کردیم اینجا. ببینید آقای عباس عبدی میگه من رفتم گروگان گرفتم فلان اشتباه کردم، میگه اصلاح طلب بوده اشتباه کردن، خیلی دیگران گفتن اشتباه کردن، ولی مثلا اون آقای عبد خدایی میگه نه من باورمند بودم به اخوان المسلمین و نمیدونم اون نواب صفوی و فلان اینا، یا اگه گروه های مختلفه اینجوری که حرف میزد امروز هم اگر باز اونا بهش دستور بدن میره اون کار انجام میده. در صورت در شرایط بسیار خطرناکی هستیم و این مثلا من نمیتونم مثل تلویزیون دیگه بگم برای ما پول بفرستیم تا شرایط بهتر بشه. اگر مایل بودید برنامه ها رو حمایت کنید از طریق پیپال، از طریق وسترن یونیون، اینها میتونید حمایت کنید، تماس بگیرید اگر مشکلی داشتید. برای تماس با ما این رو به عنوان آخر برنامه هم میذارم که ببینید مردم tv.com، بعد شماره تلفنمون نوشته، بعد ایمیلمون. این روزها اگر کسی با فیسبوک و با ایمیل و با وبسایت و با توییتر و با لینکدین نتونه کسی رو پیدا کنه، همون بهتر که با کسی در تماس نباشه. روز روزگار بر شما خوش.